بادها خبر از تغییر فصل در خاورمیانه می‌دهند. بمب صلح عربستان سعودی و اسرائیل بیخ گوش ایران نزدیکتر از همیشه. نخست وزیر اسرائیل گفت دیوارهای دشمنی در منطقه فرو می‌ریزد. بن سلمان می‌گوید اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، عربستان سعودی هم یکی می‌خواهد. سال تحصیلی جدید و جای خالی دست کم 60 کودک و نوجوان کشته شده در خیزش مهسا. انتقاد نهادهای حقوق بشری و شوراهای صنفی فرهنگیان از ادامه سرکوب ها. بازداشت دست کم 110 کودک و دانش آموز و 43 معلم در کمتر از 9 ماه در شهرهای مختلف ایران. نوآوری در درمان سرطان ریه. پژوهشگران فرانسوی خبر از ساخت یک واکسن جدید برای پیشگیری از این سرطان می‌دهند. و بزرگترین جشنواره آبجوی جهان در آلمان، جشنواره‌ای با قدمت بیش از 200 سال، مونیخ میزبان 6 میلیون شرکت کننده در فستیوال جشن اکتبر. سلام و وقت شما بخیر. شنبه اول مهر ماه 1400 و خیلی خوش آمدید به امروز. من رضا مهندس هستم. بهمنی که جمهوری اسلامی از آن میترسید در راه است. رهبران اسرائیل و عربستان سعودی صریح‌تر از هر زمانی از صلح قریب الوقوع بین ریاض و تل آویو سخن میگوید. صلحی که بنیامین نتانیاهو آن را تاریخی خوانده و میگوید خاورمیانه را تغییر خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شد. در مقابل محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفت اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، ریاض هم یکی می‌خواهد. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد. شلیک به قلب جمهوری اسلامی از نیویورک با یک کلمه. رونمایی سران اسرائیل و عربستان سعودی از صلح در منطقه. An historic peace between Israel and Saudi Arabia. تهدید نظامی علیه برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در روزی که نتانیاهو و بن سلمان آشکارا از نزدیکی دو کشور خبر دادند. تهران یا ریاض و تل آویو، خاورمیانه جدید به ساز کدام پایتخت خواهد رقصید؟ نیویورک، هفته آخر شهریور ماه سال 1402، اندکی پس از آن که هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از داخل خاک آمریکا به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها حمله کردند و البته اندکی بعد از تلاوت جملاتی از شعارهای کهنه جمهوری اسلامی از زبان ابراهیم رئیسی، درست همان روزی که ابراهیم رئیسی دوربردترین پهپاد ایران را در رژه ارتش تماشا می‌کرد، اینجا در نیویورک نخست وزیر اسرائیل کلماتی را به آن سوی اقیانوس اطلس شلیک کرد. به قلب جمهوری اسلامی. پیمان ابراهیم طلوع عصر جدیدی از صلح رو نوید داد، اما من معتقدم که ما در آستانه یک پیشرفت چشمگیرتر هستیم. صلح تاریخی بین اسرائیل و عربستان سعودی. سه روز پیشتر ولیعهد عربستان سعودی هم در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز به طور علنی از مذاکرات صلح با اسرائیل گفت. گزارش های مبنی بر تعلیق مذاکرات وجود داشت. نه این درست نیست. اگه بخواید توصیفش کنید، آیا نزدیک به توافقید؟ هر روز نزدیکتر میشیم. محمد بن سلمان تاکید کرد که مسئله فلسطین برای ریاض مهم است و حل آن پیش شرطی برای رسیدن به صلح با تل آویو. برای ما مسئله فلسطین بسیار مهمه. ما بعد اون قسمت رو حل کنیم. مذاکرات خوبی داریم که تا خون ادامه داره. ما بعد ببینیم کجا میریم. امیدواریم که به جایی برسه. زندگی فلسطینی ها رو راحت کنه و اسرائیل رو به عنوان یک بازیگر در خاورمیانه تبدیل کنه. نتانیاهو در سازمان ملل پاسخ این بخش از سخنان بن سلمان را داد و گفت فلسطینی ها می توانند از این صلح استفاده کنند، اما نباید در روند صلح حق وتو داشته باشند. به زبان ساده اسرائیل این پیش شرط را رد کرد، اگرچه لحن نرم نتانیاهو نشان می‌دهد که احتمالاً پیشرفت‌های حاصل شده. همچنان که محمود عباس با حمله به دولت دستراسی اسرائیل برای از سرگیری مذاکرات صلح چراغ سبز نشان داد. ابراهیم رئیسی پیش از آن که نیویورک را ترک کند، صلح عربستان سعودی و اسرائیل را به خنجر زدن از پشت تشبیه کرد. ما معتقدیم روابط با رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای منطقه این خنجری است از پشت بر
مردم فلسطین. به نظر میرسد این صلح بیش از آن که خنجری از پشت به فلسطینی ها باشد، ضربه مستقیم به جمهوری اسلامی است که از 6 ماه پیش موقعیتش تغییر کرده. ریاض و تهران 8 سال پیش پس از حمله بسیجی ها به سفارت عربستان سعودی در تهران روابطشان را قطع کرده بودند. رئیسی 7 سال پیش اولین شرط اقامه نماز در عربستان سعودی را نابودی به گفته او آل سعود خبیث دانست. دهانه ها را با پول می‌بندند این سلسله و شجره خبیثه ملعونه. اسفند ماه گذشته اما چین در قالب عادی‌سازی روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی دندان شیر بیال دم و اشکم را کشید و عملا دست تهران خالی شد. حالا نه تنها از آن شاخ و شانه کشیدن ها خبری نیست، بلکه حتی در بازپخش سریال های تلویزیونی صحنه های فحش و لعنت به خاندان آل سعود حذف می شود و رسانه های وابسته به سپاه پاسداران دیدار 90 دقیقه‌ای وزیر خارجه ایران با محمد بن سلمان را جشن می گیرد. اما اعتماد گنجی است که عیش ذره ذره به دست می آید، اما یک شبه ممکن است از دست برود. بر همین اساس قدرت های منطقی همچنان نقشی برای جمهوری اسلامی در برنامه توسعه خاورمیانه قائل نیستند. نتانیاهو در سازمان ملل بار دیگر از کریدور اقتصادی هند خاورمیانه اروپا گفت. به زعم اون نعمتی در مقابل نفرین ایران مسلح به سلاح هسته‌ای، تری که 3 هفته پیش در نشست گروه 20 در هند مطرح شد. یک مسیر ترانزیت از هند تا اروپا با مشارکت امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اسرائیل، پروژه‌ای که نخست وزیر اسرائیل آن را یکی از محورهای تاریخ توصیف کرده. بن سلمان و بنیامین نتانیاهو درباره ایران هم موضعی مشترک اتخاذ کردند با ادبیاتی متفاوت. تحریم ها علیه ایران باید برگردد. در آن سو بن سلمان اشاره کرد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد و از آن استفاده کند، به معنای جنگ با بقیه جهان است. اگه ایران بمب هسته‌ای داشته باشه، اگه ایران داشته باشه، ما هم کی می‌خوایم. نتانیاهو در نیویورک با جو بایدن دیدار کرد. اولین دیدار دو طرف در دور جدید نخست وزیری او. نتانیاهو هدف مشترک دو دولت را علاوه بر تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی، حمایت از زنان و مردان شجاع ایرانی خواند که به زعم او حکومت ایران را تحقیر می‌کنند و متحدان واقعی آینده‌ای بهتر هستند. نتانیاهو البته این روزها به اندازه دوره گذشته نخست وزیریش قدرتمند نیست. منتقدان سیاست‌های او در اسرائیل تا پشت در سازمان ملل هم آمده بودند. اما از آن طرف ولیعهد عربستان سعودی در 2.5 سال گذشته اتکایش به آمریکا را محدود کرده و شرکای متنوع‌تری از قدرت‌های جهانی برای خودش دست و پا کرده. او اگرچه در مصاحبه اخیرش به حمایت بایدن از صلح اسرائیل و عربستان سعودی اشاره کرد، اما حالا با حضور چین برگ‌های بیشتری برای بازی دارد. در روزهایی که دولت بایدن به دلیل معامله با جمهوری اسلامی تحت فشار است و در واشنگتن مخالفان او صدور ویزا برای مهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی را زیر سوال بردند، موضع اخیر نتانیاهو و بن سلمان شاید دست دولت او را ضعیف‌تر کرد. هرچند که به نظر می‌رسد اروپا و دولت بایدن همچنان به دنبال احیای برجامند، اما روابط قدرت‌های منطقه‌ای نقش پررنگی در آینده خاورمیانه خواهد داشت. به ویژه اینکه سایه خطر شکل‌گیری مجدد اتحاد نتانیاهو، بن سلمان و ترامپ یا هر رئیس جمهور جمهوری‌خواه دیگری برای آمریکا بر سر دولت بایدن سنگینی می‌کند. همزمان چین که با میانجیگری بین ریاض و تهران قائله حوثی‌های یمن را خوابانده، حالا برای مشارکت در بازسازی سوریه اعلام آمادگی کرده. به نظر می‌رسد عربستان سعودی و اسرائیل با ترکیبی از تهدید نظامی، وارد کردن قدرت‌های جهانی به میدان عمل خامنه‌ای و البته صلحی استراتژی به دنبال خلق خاورمیانه جدیدند. خاورمیانه با آب و هوای جدید که بادش به پرچم جمهوری اسلامی نوزد. مشتبه پور محسن، لندن. گزارش مشتبه پور محسن رو دیدیم، همراه میشن با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان و همچنین علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. سلام میکنم به هر دوی شما آقایان. آقای سعدزاده اگه اجازه بدید با شما صحبت رو شروع بکنم. هم نتانیاهو و هم بن سلمان از صلح قریب الوقوع عربستان سعودی و اسرائیل میگن، چقدر این توافق آرایش سیاسی خاورمیانه رو تغییر میده؟ چهره خاورمیانه رو 100% عوض خواهد کرد، نه چهره خاورمیانه رو. من معتقد هستم اگر عربستان سعودی با اسرائیل به اصطلاح رابطه برقرار کنه، سفیر مبادله کنن، چهره جهان عرب رو عوض خواهد کرد، چون یه تفاوت اساسی هست بین امارات و بحرین که رابطه با اسرائیل برقرار کردن تا عربستان سعودی. عربستان سعودی
یک نقش ویژه‌ای داره در دنیای عرب، در دنیای اسلام و خودش رو اصلا خادمه نهرین شریفین میدونه و به هر حال اگر عربستان با اسرائیل رابطه برقرار کنه میشه امید داشت که اون صورت جنگ خاورمیانه‌ای یا این مناقشه خاورمیانه‌ای است که ما 70 سال شاهدش هستیم این یه صورت دیگری پیدا خواهد کرد. کردستانی خواهند باقی خواهند مون از قبیل جهاد اسلامی و غیره که مخالفت خواهند کرد، ولی این صورت وسیع دیگه نخواهد بود. ظاهرا اینها یه قدم‌های عملی برداشتن. این که قدم‌های عملی واقعا به نتیجه میرسه هنوز ما نمیدونیم. آقای لی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل گفته حتی در 3 ماه اول سال آینده میلادی چنین چیزی میسر هست. ولی عربستان سعودی یک خواسته ای از آمریکا داره که برآوردن این خواسته و این یکی از شرطهای اساسی نزدیکی با اسرائیل است. این است که آمریکا با عربستان سعودی یه چنان پیمان دفاعی برقرار کنه که عربستان را از حملات احتمالی از خارج، فرض کنیم از ایران، محافظت بکنه. و عربستان هم صراحتاً اعلام کرده که شکل این رابطه ایالات متحده با عربستان از نظر نظامی باید چیزی باشه شکل رابطه ایالات متحده با اسرائیل. درست. و این پیش‌شرط عملی شه. دو تا پیش‌شرط دیگه هم داره، ولی در اون پیش‌شرط ها مثل این که حاضر هست کم عقب نشینی بکنه، به یه سازشی برسه، از جمله مسئله فلسطین و از جمله ساختن یک نیروگاه اتمی در عربستان سعودی. آقای مهدوی آزاد، از این طرف اگر بخوایم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی بعد از سالها آرزوی مرگ برای خاندان آل سعود، حالا باید در حقیقت تماشاگر صلح اسرائیل و عربستان سعودی باشه. در صورت نهایی شدن توافق صلح، جمهوری اسلامی جواب هوادارانش رو چی میخواد بده؟ از نظر ایدئولوژیک چه موضعی میتونه بگیره اصلا؟ بله، اتفاقات خیلی بزرگی افتاده. ببینید سال 1957 که انقلاب اسلامی ایران شد و موضع رسمی آیت الله روح الله خمینی شد سیاست خارجی جمهوری اسلامی، موضع رسمی این بود که اسرائیل غده سرطانی منطقه است و باید از بین بره. از اون سال تا الان خب بیش از کم تا 45 سال میگذره. اون سالی که آقای خمینی سر کار اومد، جمهوری اسلامی پیروز شد، تمام کشورهای عرب با اسرائیل قطع رابطه بودن، رابطه نداشتن، در واقع بعضیشون در حالت مخاصمه خیلی جدی بودن و و و و در واقع مبارزه با اسرائیل حتی یک پوز دنیای روشنفکری هم بود. نشون به اون نشون که آقای خمینی موقعی که سال 1358 در واقع آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو به عنوان روز قدس اعلام کرد، یه بیانیه 25 نفره معلوم شد، منتشر شد. در واقع مهمترین روشنفکران و نویسندگان و شاعران وقت ایران عمدتاً اینو امضا کرده بودن. من اسم نمیبرم، داریوش آشوری بگیر تا احمد شاملو. حالا الان که با هم صحبت میکنیم بعد از 40 خورده ای سال، ببین مصر اسرائیل 1979-1157 با بعد از صلح بستن، اردن اسرائیل 1994-1973 پیمان صلح بستن، اسرائیل و بحرین، اسرائیل و امارات اگه خاطرتون باشه پیمان صلح ابراهیم رو امضا کردن سال 2020. یه سری از کشورها اساسا در صلح هستن مثل ترکیه، در مورد عراق کاملا در صلح، یعنی خود جمهوری اسلامی اعلام میکنه که مثلا اقلیم خود مختار کردستان روابط خیلی گسترده داره با اسرائیل، و یه سری کشورها مثل سودان و غیره که اساسا در مسیر صلح هم. در واقع میخوام بگم راستش بخواید به خاطر بازی بد روحانیون، به خاطر اینکه سیاست خارجی رو با شعار اشتباه گرفتن، به خاطر اینکه سیاست خارجی رو عذرخواهی می‌کنم، با طویله اشتباه گرفتن، محصولش این شده که الان بعد از 45 سال این جمهوری اسلامی است که تبدیل شده، بخوام یا نخوام، خوشمون بیاد یا نیاد، تبدیل شده به قده سرطانی منطقه. الان شما اگر نگاه کنید به نسبت 45 سال پیش مقایسه کنید، الان جمهوری اسلامی است که در خاورمیانه منزوی است. یعنی اسرائیل با ترکیه رابطه داره، با عراق عرض کردم، با اسرائیل، با مصر، با اردن، با بحرین، با امارات، با عربستان سعودی، با یه سری زیادی که اسمشون نمیاد اما میدونیم رابطه داره پشت پرده. این وسط فقط جمهوری اسلامی هست، حدی هم بشار اسد که دشمن اسرائیل هست. این اتفاق اوله.
اتفاق دوم چرا که گفتن 45 سال پیش مبارزه مخالفت با اسرائیل یه نوع جست روشنفکری یا نزدیک به چپگرایی هم داشت، امپریالیسم. الان که شما به جامعه ایران روشنفکران نگاه میکنید، به غیر از یه بخشی که همچنان در واقع تفکرات 40 سال پیش هم، تقریبا تمام روشنفکران ایران نه تنها دشمن اسرائیل نیستن، بلکه اساسا اسرائیل رو متحد بالقوه محیطی مثل ایران میدونه. من خودم بارها گفتم دوست استراتژیک ژئوستراتژیک ایران فقط اسرائیل در منطقه. و نکته سوم، اتفاقی افتاده یه زمانی در واقع مسئله مخالفت با اسرائیل جست حقوق بشری و انسان دوستانه داشت، الان گاز کردن بزرگترین حامیان دشمنی با اسرائیل یا علی خامنه‌ای یا بشار اسد که هر دوشون متهم به جنایتن، گروهایی هم که دنبال نابود اسرائیل هم بلا استثنا متهم به تروریسم و اصلا تروریستن، یعنی به صورت واضحی به اونا نگید تروریست، به گروه دیگه نمیتونه بگید تروریست. اتفاقی که افتاده اینه که در یک جمله سبد سیاست خارجی ایران کاملا دیگه خالی است. اگر اتفاق کاملا بیفته دیگه جمهوری اسلامی تو الانش بخش زیادی روی شونه هاش داشت شعار هم میکرد، ولی دیگه الان چیزی برای گفتن نه در داخل و نه در خارج نخواهد داشت. محصولش این خواهد شد که جمهوری اسلامی خوشش بیاد نه تبدیل خواهد شد بیشتر و بیشتر به قدی سرطانی منطقه. آقای سعدزاده، صلح عربستان سعودی و اسرائیل بر سرنوشت گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی چه تأثیری می‌ذاره، مثل حزب الله، هشت شعبی و حتی حوثی‌ها؟ تأثیر بسیار بسیار زیادی خواهد داشت، چون اگر محمود عباس یعنی جنبش اصلی و بزرگ فلسطینی‌ها با این توافقی که عربستان با اسرائیل خواهد کرد تا به صلح برسه، اگر با این موافق باشه جنبش الفتح، حماس هم که الان پا در این گذاشته که در حقیقت دولت خودگردان فلسطینی را از محمود عباس بگیره، چون میگن که در کرانه باختری رود اردن ظاهرا حماس به اندازه فتح، به اندازه محمود عباس یا حتی بیشتر از اون هوادار داره. به هر حال اگر حماس هم در همین راه محمود عباس باشه و در پی ساختن دولتی باشه یا شبه دولتی باشه، اون هم دیگه کم کم نمیتونه کارهایی رو بکنه که جهاد اسلامی به حزب الله میکنن. بنابراین اینها و اینها هم تا به حال برای مردم فلسطین ظاهرا کار میکردن. برای وقتی که نماینده رسمی مردم فلسطین یعنی محمود عباس با توافق عربستان و اسرائیل بر سر راه حل هایی که برای فلسطینی ها پیدا میشه توافق میکنن، دیگه فکر میکنم که حزب الله مشکل خواهد داشت در برابر افکار عمومی لبنانی، در برابر افکار عمومی عرب توجیه بکنه کارهاشو. بنابراین اونها هم ضعیف خواهند شد، فقط و فقط متصل میشن به مقدار پولی که احتمالاً از ایران برای این گروهک یا اون گروهک خواهد آمد. درسته. آقای مهدوی‌زاده، خیلی فرصت ما محدوده، فکر میکنید که باز هم مثل گذشته اگر این صلح اتفاق بیفته دست تهران برای ایجاد بی‌ثباتی تو منطقه باز خواهد بود؟ ببین، آقای خمینی گفته بود که اسرائیل قدرت سرطانی منطقه است. همین آقای ابراهیم رئیسی دستگل که الان شده رئیس جمهور، دیماه 1394 موقعی دادستان کل کشور بود، گفت آل سعود تبدیل شده به قدرت سرطانی جهان اسلام. همین آقای ابراهیم رئیسی الان جلوی عربستان دلاراست میشه. میدونید میخوام بگم سیاست خارجی در واقع داره یه جور دیگه پیش میره، منتها آقایون جلوی ما در سطح تبلیغاتی و در واقع در سازوکارهای داخلیشون داستان ملا نصرالدین رو تکرار میکنن. به ملا نصرالدین گفتم که چند سالته، گفت 40 سال. 20 سال بعد ازش پرسیدن چند سال، گفت 40 سال. حرف مرد یکیه. میدونی داستان ملا نصرالدین بودن اصولگرایی. اتفاقی که در واقع داره میفته این هستش که مدام و مدام ما داره سیاست خارجیمون که قرار بود پول بیاره برای ایران، سیاست خارجی قرار بود منافع ملی رو تامین کنه، تبدیل شده به یه قلک بزرگ برای گروهای تروریستی و از اقتصاد ایران تا جامعه ایران داره شخ میزنه. ما صدها میلیارد دلار در سالهای اخیر از سوریه شما بگیرید، گروه فتح بگیرید، حزب الله لبنان بگیرید، حماس بگیرید، صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داریم، پول بهشون دادیم و ده ها برابر یه هزاران میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم به خاطر تنش، به خاطر جنگ، به خاطر شرایط جنگی، فرصت سرمایه‌گذاری، فرصت اقتصاد از دست دادیم. میخوام بگم این سیاست خارجی به این شکل برای ایران رو تباه کرده تا الان و دیگه نابود میکنه. اگه قرار باشه اینجوری ادامه پیدا کنه که منطقا ادامه پیدا خواهد کرد، این در واقع آخرین منحنی، آخرین فاز خرد شدن یک ساختار متسلسل به موقعی که میگم آخرین فاز منظورم نیست یه روزی ما یا یک سال، منتها آخرین فاز
گازی که به صورت پرسر صدا همه چیز ایران شخ خواهد. به نظر من در جواب هر سوالی باید این دغدغه رو در واقع اعلام کرد. ما باقی حاشیه است، ما نابود شدیم تا الان شما داریم بیشتر نابود میشیم برای یه چیزی که در ذهن چهار تا روحانی آخوند 100 ساله بود که اسرائیل فلان است. در مقابل جهان به سمت صلح رفته، ما مدام و مدام صلح و پیشرفت، ما شکننده شدیم، منزوی شدیم، تنها شدیم و تروریست و تروریست‌تر شناخته میشیم. مرسی آقای مهدوی آزاد و همچنین ممنون از شما آقای سعدزاده که همراه برنامه امروز بودید. سال تحصیلی جدید در حالی در ایران آغاز میشه که یک سال پیش در چنین روزی دست کم 60 کودک و نوجوان با هزار امید راهی مدرسه شدند، اما هرگز سال تحصیلی رو به پایان نبردند و در مصاف با خشونت عریان رژیم به قتل رسیدند. سال تحصیلی که گذشت با شلیک گلوله و ضربات باتوم نیروهای امنیتی به کودکان و نوجوانان معترض آغاز شد و با حملات شیمیایی به مدارس به پایان رسید. همکارم فیروزه جابانی نگاهی داشته به نخستین روز مدرسه در سایه خیزش انقلابی و نیمکت‌های خالی دانش آموزانی که کشته یا بازداشت شدند. 1 مهر ماه 1402، آغاز سال تحصیلی دیگر. لعنت بر خمینی، لعنت بر خامنه‌ای. امسال در کنار جای خالی 900 هزار نفری جاماندگان و محرومان از درس و مدرسه، جای خالی دست کم 60 کودک و نوجوان هم دیده می شود. جانهایی که نه فقط از رفتن به مدرسه، که از زندگی برای همیشه محروم شدند. چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی؟ امروز سالگرد کشته شدن سارینه‌هایی است که از آزادی، رفاه و آسایش گفتند و کشته شدند. امروز 1 مهر اومدیم سر خاک سارینا اسماعیلی. دانش آموزانی که ایفاگر نقش‌های کلیدی در جنبش زن زندگی آزادی بودند. کودکانی که دست کم 14% از کشته شدگان خیزش انقلابی ایرانیان را شامل می‌شوند. دانش آموزانی که پس از 40 و چند سال خفقان، نماد قیود را از کلاس و کتاب درس برداشتند، از آزادی پوشش گفتند و در برابر نابرابری همبستگی و مقاومت نشان دادند. شهروندانی کوچک که با شلیک گلوله جنگی ماموران حکومت به قلب یا سر کشته شدند. شماری دیگر با فاصله نزدیک و با گلوله های ساچمه‌ای و شلیک گاز اشک‌آور مجروح و کشته شدند. سلام، من پارسال همین موقع که کنار رسیده بودم. کودکان خلاق و سرزنده از 8 تا 17 ساله که حکومت نه تنها مسئولیت کشتن آنها را بر عهده نگرفته، بلکه خانواده های دادخواه آنان را همچنان تحت فشار، آزار، زندان و بازداشت قرار می دهد. مزار پسرم اومدم، دیدم سنگش را شکستن. حمله های شیمیایی سراسری به بیش از 250 مدرسه و مقابله خشونت‌آمیز با خانواده های نگران دانش آموزان نشان دیگری بود از ناکارآمدی حکومت و نبود دغدغه برای حفظ امنیت خانه دوم دانش آموزان. جایی که مامورا جمع شدن یه مدرسه است. واقعا برای آموزش پرورش زاهدان مدرسه هایی که بارها در خیزش انقلابی مقر توپ و تفنگ نیروهای سرکوب بود. بیانیه شوراهای صنفی فرهنگیان در استانهای مختلف در روز اول مهر ماه امسال در انتقاد به همین جو امنیتی حاکم بر محیط های آموزشی است. بازداشت های گسترده صنفی فرهنگیان و همزمان دستگیری دانش آموزان. تنها در 9 ماه سال گذشته 110 دانش آموز، 16 دانش آموز دختر و 94 دانش آموز پسر و 47 معلم روانه زندان شدند. 5 دانش آموز و 17 معلم در بازداشت به شلاق هم محکوم شدند. تشدید این فشارها نشان می‌دهد حکومتی که با شعار جمهوری اسلامی و صدور انقلاب اسلامی بر روی کار آمد، از نسل امروزی که شعار زن، زندگی، آزادی را فریاد می‌زند، واهمه دارد. تدابیر مقابله‌ای حکومت و سخنان مردم در رسانه‌های اجتماعی در یادبود مهر ماه سال پیش نشان می‌دهد که سال تحصیلی امسال همچنان در سایه خیزشی آغاز می‌شود که دانش آموزان پیشگامان آن بودند. فیروزه جابانی، لندن. سید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس همراه ما هستند. سلام میکنم به شما جناب پیوندی. ارزیابی کلی اینه که همچنان میشه پیامدهای خیزش سال گذشته رو در فضای آموزشی کشور دید. به نظر شما این شرایط چه تأثیری بر سال تحصیلی جدید خواهد داشت؟ من فکر کنم به هر حال کمی باید منتظر موند، ولی اون چی که مسلمه اینه که اون دلایلی که سال پیش باعث شدن جنبش زن زندگی و آزادی از جمله در
واحدهای آموزشی بسیار فعال باشه، هیچ کدوم از اون دلایل از میان نرفتن، بلکه حتی در واقع میشه گفت شرایط متاسفانه بدتر شده. یعنی حکومت در حقیقت به جای درک اون اتفاقاتی که در ایران افتاده، به اون به جای فکر کردن به چرایی خشم و سرخوردگی نسل جوان، به تنها چیزی که فکر میکنه در حقیقت اینه که چجوری این جنبش رو مهار بکنه، چجوری از طریق سرکوب، ممنوعیت‌های جدید و یا انواع فشارهایی که به واحدهای آموزشی و دانشگاه‌ها میاره، یه نوعی در حقیقت از شعله ور شدن دوباره جنبش در واقع جلوگیری بکنه، در حالی که شاید یه حکومتی که کمی عقلانیت داشت به این فکر میکرد که چرا نسل جوان من تا این اندازه از حکومت و از ارزش‌های حکومت و فرهنگ حکومتی رویگردان هست. جناب پیوندی، شرایط سیاسی تازه کشور و همچنین اصرار ابراهیم رئیسی بر سند تحول چه تأثیری میتونه تو مدیریت آموزشی امسال داشته باشه؟ این مدیریت آموزشی امسال به هر حال خیلی خوب شروع نشده. یعنی خبرهایی که در رسانه‌ها منتشر شده بسیار نگران کننده است. خبر 20,000 تغییر 20,000 مدیر واحدهای آموزشی، خبر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه در حقیقت ما به جای اینکه به سند 20 نگاه بکنیم به مساجد نگاه میکنیم، یا خبرهای مشابه، در حالی که نظام آموزش ایران فراتر از این فضای سیاسی بسیار نامساعد و همه مشکلاتی که برای نسل جوان هست، واقعا دچار کمبودها و مسائل بسیار بسیار اساسیه، چه در زمینه مسائل مادی و رفاهی معلمان، چه در زمینه امکانات آموزشی، چه در رابطه با حدود 3.5 میلیون نوجوان و جوانی که نمیتونن هیچگاه تا پایان دوره آموزش اجباری پیش برن، به خاطر اینکه مشکلات اقتصادی متاسفانه باعث میشه که اینها خیلی زود مدارس رو ترک کنن یا هیچ وقت رنگ مدارس، رنگ در واقع میز و صندلی رو در مدرسه نبینن. و دولت به جای توجه کردن به این چالش‌های بزرگ نظام آموزشی ایران، به تنها چیزی که فکر میکنه اینه که هرچه بیشتر در واقع فشارهای ایدئولوژیک و مکتبی را به مدارس زیادتر بکنه و در حقیقت این مهندسی فرهنگی شومی که در ایران متاسفانه شروع شده را تا انتها پیش ببره. این شرط خیلی کوتاه فرصت باقی مونده جناب پیوندی، به شرط اقتصادی هم اشاره کردید، دشوارتر شده. این در حقیقت برای معلمان و تأثیر کیفیت آموزشی اونها چگونه اثر خواهد گذاشت؟ ما در حقیقت میشه گفت کیفیت آموزشی در سالهای گذشته به ویژه در مدارس دولتی، خب بزرگترین قربانی سیاست‌های آموزشی حکومت بوده، برای اینکه نه تنها معلم‌ها در واقع امکانات نتونستن به مطالبات خودشون برسن یا اون قول‌هایی که داده شده بود در مورد حقوقشون برآورده نشد، بلکه حتی در جدل تجهیزات هم مدارس ما در حقیقت در وضعیت بسیار بدی هستن و میشه گفتش که ما در واقع سال تحصیلی بسیار بدی رو شروع می‌کنیم که در اون نمیشه در واقع به یه آینده مثبت برای آموزش ایران بسیار امیدوار. بسیار ممنونم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه از پاریس. خیزش انقلابی مردم ایران در طول سالی که گذشت برای هنرمندان در سراسر جهان شرایطی را فراهم آورد و موجب شد که این جنبش از طریق هنر صدای اعتراضی مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونه. برای مجید کاظمی، آهنگساز ایرانی ساکن آلمان، صدای شعارهای زنان و مردان در خیابانهای ایران دستمایه خلق موسیقی الکتروفیوژن شده. او در گفتگو با همکارم تحمینه رستمی از چگونگی ساخت موسیقی آزادی و سایر تولیدات هنریش از شروع خیزش مردم ایران تا امروز میگه. توی کنسرت قبلی که ترک آزادی رو اجرا کردم، خب تقریبا میتونم بگم 80% جمعیت خارجی بودن و خب بخش زیادش هم آلمانی. این صدای مردم رو من ضبط کردم، آوردم توی کامپیوترم، خوردش کردم، سینکشون کردم و تبدیل شده به این. بسیار فیدبک جالبی بود الکتروفیوژن بعد از این اجرای اول که داشتیم و انگار که همشون از یک چیز گم شده صحبت میکردن که ما اینطوری تا حالا نشنیده بودیم.
مهسا امینی، من کانادا بودم وقتی که قتلش اتفاق افتاد. اون تظاهرات بزرگی که در واقع توی تورنتو هم شکل گرفت، من خودم تو اون تظاهرات شرکت کردم و به عنوان کسی که سالیان سال موسیقی اعتراضی کار کرده، مثل همیشه وظیفه خودم دونستم که یه کاری باید من به عنوان کسی که ابزارش فقط موسیقیه و تنها چیزی که من میتونم باش خودم رو ابراز بکنم و بتونم شاید آگاهی برسونم به چند نفر دیگه، هم موسیقی بود و تصمیم گرفتم که یه کاری انجام بدم. یعنی فقط اینکه از کجا بخوام شروع بکنم و چه جوری میتونم تاثیرگذار باشم و چه جوری میتونم یک چیزی به این جریان اضافه بکنم تا اینکه از این جریان یه چیزی بکنم. من اعتقاد دارم که انقلاب باید تو ذهن انسان اتفاق بیفته، یعنی یک رولوشنی که از درون هر انسانی، ما همونطوری که دیدیم توی مثلا این جریانات مهسا به این و مثلا دخترایی داشتیم که تو خانواده‌شون داشتن انقلاب میکنن علیه پدرش، علیه برادر بزرگترش، کلن یعنی یک انقلابی از درون اذهان داره اتفاق میفته. و وقتی همچین اتفاقی میفته، منی که مثلا کار موسیقی میکنم و دارم میبینم اینو همچین اتفاقی داره میفته، من خودم اگه بخوام به اون جریان متصل بکنم، باید همراهی بکنم با اون جریان، یعنی باید کمک بکنم. اینکه من بشینم ساکت و بگم که خب الان من عزادارم هیچ کاری نمیکنم، این کاری از پیش نمیبره. من چیکار میتونم بکنم که آگاهی رو بیشتر بکنم؟ چیکار میتونم بکنم که اون کسی که تو خونش علیه پدرش داره انقلاب میکنه، اونو من چجوری میتونم یک کلامی، یک موسیقی بهش برسونم که بدون راهی که داره میره درست؟ نیروانا اسم انیمیشنی هستش که من با یکی دوستای خوبم فائز سپرصادقیان کار کردم و این انیمیشن در رابطه با تمام مسائلی هستش که در 8-9 ماه اخیر اتفاق افتاده و در نهایت اون دختری که در واقع با تمام این چالنجا تو اون جامعه در واقع سرشو بالا میگیره و آخر سر آدم فضایی ها میان میدوزنش و میبرنش توی سیاره دیگه و اونجا بهش عشق واقعی رو یاد میدن و اون برمیگرده رو زمین و این عشق رو شروع میکنه پخش کردن در تمام جهان. شیرعلی مردون قطعه‌ای بودش که من چون یه کار فولکه، من چندین سال بود همینطوری اون قطعه‌ای که یه خواننده به اسم پروین که خیلی هم زیبا اجرا کرده بود اون کارو، من همیشه با خودم زمزمه میکردم. روزی که فهمیدم که توماج رو گرفتن و خب توماج هم بختیاریه دیگه و یه عکسی داره روی اسب نشسته با لباس بختیاری و یهو به ذهنم رسید که ما الان باید صدای توماج باشیم. منی که کارم موسیقیه، من باید صدای توماج باشم. برای من توماج همون علی مردان خانه، به فرق این که انگار ماجرا دوباره تکرار شده و توماج نیاز به حمایت ما کسایی که کار موسیقی میکنیم داره و من دیدم که خیلی ها حمایتش کردن و من به خاطر همین اون ترک رو تقدیم کردم به توماج و اصلا کاور آرتش هم عکس خود توماج رو دارم. هر سال بیش از 2 میلیون نفر در جهان مبتلا به سرطان ریه میشن. روش متداول برای درمان سرطان ریه شیمی درمانی، اما شیمی درمانی بسیار دردناکه و تحملش برای بیماران آسون نیست. حالا یک شرکت فرانسوی تونسته واکسنی برای سرطان ریه تولید کنه که در مراحل آزمایشگاهی موفقیت آمیز بوده. همایون خیری در گزارشی تازه جزئیات بیشتری از این واکسن به ما میده. یک شرکت فرانسوی از ابداع روشی تازه برای درمان سرطان ریه خبر داده. این روش تولید واکسنی است به نام تدوپی. آزمایش‌های بالینی نشان داده استفاده از واکسن تدوپی به طور قابل ملاحظه خطر مرگ در اثر سرطان ریه را کاهش می‌دهد. در این مطالعه نشان داریم در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته ریه که بیمارشون عود کرده بود، در مدت 1 سال خطر مرگ در اونهایی که واکسن دریافت کردن 41% کمتر از کسانی بود که شیمی درمانی می شدن.
از نظر کیفیت هم در اونهایی که واکسن زده بودند عوارض جانبی 3 برابر کمتر از شیمی درمانی بود. بر اساس آمار صندوق جهانی تحقیقات سرطان ریه، این بیماری دومین سرطان فراگیر جهان است. دست کم 2.2 میلیون نفر در جهان مبتلا به سرطان ریه هستند. تعداد مردان مبتلا بیش از زنان است و مجارستان در مقام اول ابتلا به سرطان ریه قرار دارد. مصرف سیگار و تنفس هوای آلوده عوامل اصلی ابتلا به سرطان ریه هستند. گرچه پژوهشگران میگویند مصرف گوشت قرمز و فراوری شده و نوشیدن الکل هم در ایجاد سرطان ریه مؤثرند. ما یک نشانه داریم که با کمک اون میتونیم بیماران مشخصی رو برای دریافت واکسن انتخاب کنیم. این نشانه مثل گروه خونی افراده. بهش میگن HLA-A2. 45% جمعیت با همین نشانه به دنیا میان و میتونن واکسن بزنن. 50% اونهایی هم که به ایمنی درمانی واکنش مثبت نشون میدن میتونن این واکسن رو دریافت کنن. بنابراین در فرانسه به تنهایی هر سال بین 7 تا 10 هزار نفر شرایط دریافت واکسن رو دارن. با احتساب اروپا، چین و آمریکا هر سال بیش از 100 هزار نفر میتونن واکسن سرطان ریه دریافت کنن. مقام‌های بهداشتی فرانسه برای مرحله سوم کارآزمایی واکسن جدید مجوز صادر کردند. این مرحله 3 سال طول می‌کشد. کاهش تعداد دفعات شیمی درمانی یا جایگزینی کامل آن با روش‌های ساده‌تر یکی از اهداف اصلی تحقیقات برای تولید واکسن علیه سرطان است. اگر نتایج این کارآزمایی 3 ساله مثبت باشد، واکسن سرطان ریه تا سال 1405 در دسترس خواهد. واین خیری، لندن. اما در حالی که آفتاب تابستانی در اروپا کم کم جای خودش رو به ابرهای پاییزی میده، مردم از هر بهانه‌ای برای لذت از این آخرین روزهای گرم سال استفاده میکنن. جشنواره 2 هفته‌ای آبجو در مونیخ هم یکی از همین بهانه هاست. جشنواره پرطرفدار که هر ساله دست کم 6 میلیون نفر رو به مونیخ آلمان میکشه، جایی که قدیمی ترین کارخونه آبجوسازی جهان از 1300 سال پیش همچنان فعاله. بهنود نورپناه در گزارشش ما رو با خودش به این جشنواره آبجو خوری میبره. شروع شادی و خوشگذرانی، ذوق زدگی برای جشنواره 2 هفته‌ای آبجو. جشن اکتبر یا همان اکتبر فست، فستیوال آبجوخوری است که هر سال از اواخر ماه سپتامبر تا اوایل اکتبر در مونیخ برگزار می شود. به اکتبر فست خوش اومدید. اکتبر فست که یکی از بزرگترین جشنواره های جهان است، حدود 6 میلیون شرکت کننده دارد و نزدیک به 6 میلیون لیتر آبجو نیز در طول این فستیوال مصرف می شود. مرکز اصلی برگزاری این جشنواره شهر مونیخ است و به غیر از جشن و پایکوبی با آبجو، در این فستیوال شهربازی و قوفه غذاهای سنتی آلمانی هم وجود دارد. از چند هفته پیش هیجان دارم، چون خیلی وقته که دلم میخواست توی این جشنواره شرکت کنم. از ساعت 7 صبح اومدم و خیلی خوشحالم که میتونم این فرهنگ و سنت زیبا رو از نزدیک ببینم و جشن بگیرم. آبجوی الکلی بخش مهمی از فرهنگ آلمان است، به ویژه شهر مونیخ که تولید و مصرف این نوشیدنی تاریخچه‌ای طولانی دارد. قدیمی ترین کارخانه آبجوسازی جهان در مونیخ از حدود 1300 سال پیش همچنان در حال فعالیت است. نخست وزیر ایالت بایرن افتتاح این جشنواره را یک روز فوق‌العاده برای مردم باواریا و آلمان می‌داند. در هیچ جای آلمان، شاید حتی در هیچ جای جهان، جشنی مثل این وجود نداره. به همین دلیله که بازدید کننده های زیادی از سراسر کشور به اینجا میان که مایه خوشحالی ماست. این یه شادمانی خالصه، اینکه هر کس بدون توجه به نزاکت اغراق‌آمیز سیاسی هر چقدر که دلش بخواد میخوره و مینوشه. ریشه اصلی جشن اکتبر به سال 1810 برمیگردد، زمانی که مراسم ازدواج ولیعهد بایرن همزمان با برگزاری مسابقه اسب سواری تبدیل به یک جشن و پایکوبی عمومی شد.
بعد از آن این جشنواره در اکثر سالها برگزار شده، به غیر از چندین سال که به دلیل جنگ و شیوع بیماری از آن جلوگیری کردند. یک بار هم در سال 1980 بمب‌گذاری در این فستیوال باعث شد تا 13 نفر جان خود را از دست دهند. امسال هم 8 نفر بر اثر برخورد دو ترن هوایی در شهر بازی این فستیوال دچار آسیب دیدگی جزئی شدند. آرزوی اصلی من مثل همیشه اینه که مراسم آروم و امنی داشته باشیم. اتفاق بدی نیفته، به همه خوش بگذره و همه سالم به خونه برسن. نوشیدنی آبجو پرمصرف‌ترین و قدیمی‌ترین نوشیدنی الکلی است که پس از آب، چای و قهوه محبوب‌ترین نوشیدنی جهان قلمداد می‌شود. آبجو نسبت به دیگر مشروبات الکلی پرطرفدار درصد الکل پایین و قیمت کمتری دارد. به همین دلیل مصرف آن رایج‌تر است و البته نمونه‌های بدون الکل و با الکل بسیار کم هم در سال‌های اخیر رونق زیادی پیدا کردند. در ایران هم اولین کارخانه آبجوسازی در منطقه مجیدیه تهران و با اسم آبجو مجیدیه شروع به کار کرد. بعدتر کارخانه مشهور آبجوسازی شمس نیز در همین منطقه مجیدیه در شرق تهران افتتاح شد. در تاریخ 10 بهمن 1357 گروه کثیری از اسلامگرایان افراطی به کارخانه آبجوسازی شمس حمله کردند و این کارخانه را به آتش کشیدند. البته بعید به نظر می رسد ممنوعیت‌های اعمال شده روی این نوشیدنی الکلی پرطرفدار باعث کاهش محبوبیتش در ایران شده باشد. بهنود نورپناه، لندن. خب با این گزارش جذاب میرسیم به پایان برنامه امروز. کارگردان الان در گوش من میگفت که حواس کردم برم آبجو بزنم. امیدوارم که بعد از کار فرصت پیدا بکنه و این کار را انجام بده. ممنون که همراه بنده و همکارانم در برنامه امروز بودید. فردا مجددا در شب به اتفاق همکارم خدمتتون خواهیم رسید. وقت شما بخیر. ارادتمند تصاویر روز.